ده روز حبس برای تنقید منصب داران محلی. در پیتربورگ باز نمایندگان آسیای مرکزی بازداشت گردیدند. من بعد در تاجیکستان برای کودک از فهرست نامها نام گذاشته می شود. رمضان رحیمزاده به قانونگذاری جمهوری تاجیکستان وارد نمودن اصلاحات را پیشنهاد نموده است. ساکن ناحیه رشت جمهوری تاجیکستان حکمت الله مردان خوجایف با پرونده جنایی بافته شده آید حقوق ویرانکنی معموری به مهلت 10 روز در بازداشتگاه موقتی نگاه داشته شده است. این حادثه در مجلسی که برای برطرف نمودن عاقبت های فرامدن درج به وقوع پیوست شده بود که در آن او منصبداران محلی را تنقید نموده گفته است. حکومت به جای یاری کردن به مردم، مردهای بسینی نفقه نرسیده را ریشهایشان را مجبورن می تراشند، زنان را باشد به حجاب به کوچه برآمدن مجبور می کنند. پس از به اتمام رسیدن مجلس او را بازداشت کردند و با ماده 460 یعنی مایده او باشی کودکس جمهوری تاجیکستان آیدی حقوق ویرانکنی معموری که برای در جایهای جمعیتی دشنام دادن به طور تحقیرآمیز در افتادن به آدمان همچنین صادر نمودن دیگر کردارهای به این مانند که ترتیبات جمعیتی و آسودگی آدمان را خلالدار میکند به اندازه از 7 تا 10 نشان دهنده برای حسابها جریمه یا حبس معموری به مهلت از 5 تا 15 شبانه روز جزا تعیین کرده می شود. ولی طبق سخنان سعید ابرار که یکی از ساکنان همین منطقه است و اشتراکچی همان مجلس بود، رئیسان ناحیه چطور عاقبت فرامدن درج را برطرف می سازند، جواب درست داده نتوانستند. این اکثریت را به خشم آورد، ولی تنها حکمت الله برای اظهار رأی خود جرأت نمود. او گفت که حکومت به جای یاری کردن به مردم، مردهای به سن نفقه نرسیده را ریشهایشان را مجبورن می تراشند، زنان را باشد به حجاب به کوچه برآمدن مجبور می کنند. یادرس می کنیم که اولهای ماه ایول در نتیجه فرامدن درج ده ها خانواده ناحیه رشت ضرر دیدند. ساکنان محلی برای به حرکت بودن حکومت داران شکایت کرده با قوه خود عاقبت آفت طبیعی را برطرف ساخته استادند. فسب روسیه دوباره با پروفسیونالی و فوری بودن خود را نشان داده خودستایی نمود. با نشریه های گوناگون ثبت ویدیویی که در آن گویا دستگیر شوی گمان بر شدگان عملیات تروریستی در سنت پیتربورگ ثبت شده است ارسال نمود. در نوار ویدیو عسکران فسب به بنای نامعلوم هجوم کرده دستگیر شوی یک چند مرد را نمایش می دهند. یکی از دستگیر شدگان به سوال چی کار کردن می خواستی در جواب گفت برای قطاره صدمه. اینچنین در نوار ویدیوی کارمندان فوری قرآن و بارخالته را با بالون گاز نمایش دادند. در بارخالته دیگر چیزی وجود نداشت. در خصوص آن که فسب گویا 7 نفر در تروریسم گمان بر شدگان را از آسیای مرکزی دستگیر نموده است، خبر صبح 9 ایول پخش شده است. نام های دستگیر شدگان و عیب هایی که به آنها تقدیم کرده می شود تا حال اعلان کرده نشده است. دستگیر شدگان عملیات تروریستی را در نقلیات راه آهن تیار کرده بودند، می گویند در فسب. باید قید نمود که پس از ترکش متروپولیتن پیتر سنه 3 اپریل سال 2017 کارمندان شعبه فسب پیتر نتیجه های غیر چشم داشت آیدی آشکار و پیشگیری نمودن جنایت های وابسته با تروریسم نشان می دهند. همچون تروریستان پتانسیالی آنها مهاجران بیچاره از آسیای مرکزی را به هدف خود قرار دادند. چطوری که کارشناسان مستقل قید می کنند، همه نوارهای ویدیویی که فسب فدراسیون روسیه آیدی پرونده زیرین پیشکش نموده است، ساخته بودنش نمایان است. سنه 26 ایول در کنفرانس مطبوعاتی که در شهر دوشنبه برگزار گردید، وزیر عدلیه حکیم میرسعیدزاده خبر داده است که
مینبعد برای نوتولد شدگان نام را قطعیاً از فهرست نام‌هایی که وزارت فرهنگی تاجیکستان تعلیف داده است گذاشته می‌شود. همچنین او قید نموده است که رعایت کردن فهرست نام‌های ملی برای شهروندان ملت تاجیک مجبوری است. اینچنین منصبدار قید نمود که فهرست نام‌ها خصوصیت توصیفی دارد، ولی چی طوری که فهرست زیرین همچون سند رسمی قید شده است، وزارت عدلیه رعایت آن را به نظارت می‌گیرد. بنابراین رعایت نمودن فهرست مجبوری است. در فهرست گفته شده است که اقلیت‌های ملی که در تاجیکستان زندگی به سر می‌برند می‌توانند نام‌ها را گذارند، با شرطی که به مدنیت و عرف و عادت‌های خود رعایت نمایند. یادرس میکنیم که کمی پیش حکومت تاجیکستان کوشش به خرج داده بود که نام‌های وابسته به اسلام را منع نماید، که در نتیجه بحث و ناراضگی‌های زیاد در جامعه گشته است. پس از این با بهانه محافظت عینیت ملی و با فرمان امام علی رحمان، وزارت فرهنگ با 4000 نام فهرست زیرین را تألیف داده است. من بعد برای صورت گرفتن یا بنواری ویدیو ثبت کردن جرایان برطرف نمودن آفت طبیعی، سوختار و صدمه جزا داده می شود. در این خصوص سنه 21 ایول وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان رمضان رحیمزاده در کنفرانس مطبوعاتی خبر داده است. اینچنین او گفت که تشکیل نمودن جوابگری جنایی برای شهروندانی می باشد که برطرف نمودن آفات‌های طبیعی، سوختار و صدمه را صورت می گیرند و یا بنواری ویدیو ثبت می کنند وارد کرده می شود. وزیر حالتی به قریبی شده گذشته را یادآوری کرد. سوختار در بازاری کاروان شهری دوشنبه. نفران زیاد بیکارخوجه ها در جای حادثه جمع شده سوختار را به کامیرا ثبت می کردند. با این به کارمندان ضد سوختار برای برطرف نمودن جای درگرفته استاده خلل می رساندند، گفت او. رحیمزاده قید نمود که به قانونگذاری جمهوری تاجیکستان وارد نمودن اصلاحات قرار قبول گردید که برای چنین اشخاصی که به برطرف نمودن آفات‌های طبیعی یا هلاکت‌ها خلل می رسانند جوابگری تعیین می گردد. یادرس میکنیم که سوختار در بازاری کاروان شب 2 ایول به وقوع پیوست. طبق معلومات رسمی سبب سوختار رسیش کوتاه بود است که با این کارگرانی ضرر دیده بازار راضی نیستند. چی خیلی که کارگرانی بازار قید نمودند، تأمینات قوه برق در بازار ساعت 15:30 خاموش کرده می شود. سوختار باشد ساعت 20:30 با وقت محلی آغاز یافته است. این چنین شاهدانی حادثه میگویند که کارمندان حفظ حقوق و ضد سوختار در وقت سوختار بی مسئولیتی نمودند. سفر یکی از شاهدان سوختار در خصوص بعد براه مانده شدن خدمات ضد سوختار میگوید. کارمندان ضد سوختار فوراً به جای حادثه آمدند، ولی آنها به نزد بازار آمدن میترسیدند. آب را از راه اساسی میکشیدند که این از جای سوختار دور بود. گاه گاه قطره های آب به جای سوخته ایستاده میرسید. این چنین در بازار کارمندان حفظ حقوق نیز خیلی زیاد به چشم میرسید که با اهالی تکلف نمیکردند. شاهد دیگر صاحبکار عمر نقل میکند. در آغاز آتش سوس بود و ما میتوانستیم مالهای خود را رهایی کنیم، ولی کارمندان حفظ حقوق قطارهای درآمدگاه را احاطه نموده به درون درآمدند، کسی را نماندند. یگان چیز را رهایی کرده نتوانستیم. اکنون چی فایده است که سوم اجاره را از ما نمیگیرند، زیرا ما نه مال داریم و نه سوم. شاهدی های زیرین به خلاصه تکان میدهد که مقصدهای اساسی از وارد نمودن اصلاحات به قانونگذاری از طرف رحیمزاده برای به جوابگری کشیدن اشخاصی که برطرف نمودن آفات‌های طبیعی و هلاکت‌ها را به صورت یا نوار می‌گیرند چگونه است؟